نگرانی از تسلط هوش مصنوعی بر آینده بشر به دولت آمریکا هم کشیده شده. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا تحقیقات درباره اوپن ای آی که ساخته شرکت خالق چت جی پی تی رو به دلیل نقض احتمالی قوانین حمایت از مصرف کننده آغاز کرده. همکارم امیر گیتی در همین ارتباط از لس آنجلس با ما همراهه. امیر، از تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال بگو. آریان، این سریع‌ترین آغاز تحقیقات این کمیسیون هستش در خصوص یک فناوری نوظهور. معمولاً وقتی که یک آسیب جدی اجتماعی رخ میداد یا یک حادثه رخ میدادش، این کمیسیون وارد عمل میشد، تحقیقاتش رو آغاز میکرد. اما الان بدون اینکه شکایت آنچنانی باشه از اوپن ای آی، تحقیقات خودش رو آغاز کرده. دلیل اصلیش کاملاً مشخص هستش. چت جی پی تی با توجه به اون محبوبیتی که پیدا کرده بین مردم و در سراسر جهان و در ازش استفاده میکنند، حساسیت‌های را برانگیخته. به چه شکل؟ به این شکل که اولین سوالی که در این نامه 20 صفحه‌ای که ارسال شده به دفتر اوپن ای آی و در اون ده‌ها سوال هست، این هستش که اصلا این از کجا داره آموزش می‌بینه؟ این مغز هوش مصنوعی که الان همه انسان‌ها دارن سوالاتشون ازش رو می‌پرسن، درخواست می‌کنن که برای اونها مطالبی رو بنویسه، از کجا میاد؟ می‌دونیم که مغز انسان با توجه به رفتارهایی که در طول روز انجام میده، در طول سالیان انجام میده، حافظه خودش رو حفظ میکنه، در داخل حافظه خودش اطلاعاتی رو نگهداری میکنه و بعد اونها رو استفاده میکنه در جای مناسبش. خب سیستم هوش مصنوعی اگه بخوایم به این شکل در نظر بگیریم، پس ما این اطلاعات رو در از اینترنت و مطالبی که در اینترنت به نشر گذاشته میشه به دست میاره. اینکه چقدر وفادار هست به کپی رایت و اینکه چقدر آسیب میزنه، ببینید الان خیلی از شغل در سراسر جهان در معرض خطر قرار گرفته. روز گذشته خودمون در خبرها داشتیم که نویسندگان و بازیگران هالیوود حتی دست به اعتصاب زدن. یکی از دلایل عمدهشون هوش مصنوعی هستش. بنابراین گسترش استفاده از هوش مصنوعی میتونه آسیب‌های جدی رو داشته باشه. برای همین هستش که کمیسیون تجارت فدرال وارد عمل شده، میخواد ببینه که اصلا این قوانین و این اصولی که چت جی پی تی داره استفاده می‌کنه چقدر منصفانه است، چقدر حقوق مصرف کننده درش رعایت میشه. کشورهای دیگه قبلا این کارو کردن، مثلا ایتالیا به طور کامل استفاده از چت جی پی تی رو ممنوع اعلام کرده. گفته میشه که درخواست ها بر این هستش که حداقل برای کودکان و کسانی که در معرض خطر بیشتر هستن یک حداقل سنی در نظر گرفته بشه. اینها اقداماتی است که قرار انجام بشه، سوالاتی که پرسیده شده. البته مدیر عامل اوپن ای آی گفته که پاسخ های لازم رو به کمیسیون خواهد داد. آریان و امیر، گویا یک کنفرانسی هم در ارتباط با هوش مصنوعی به میزبانی کمیسیون ارتباطات فدرال برگزار شده. خب همین این نشون میده چقدر این هوش مصنوعی مهمه. کمیسیون تجارت فدرال داره بررسی میکنه حقوق مصرف کنندگان رو در اون، و کمیسیون ارتباطات کنفرانسی رو به همراه مؤسسه ملی علوم برگزار کرده و در اون بررسی کرده که چقدر میتونه استفاده از هوش مصنوعی در آینده به انسانها کمک بکنه. اونطوری که رئیس مرکز فناوری علوم هم اعلام کرده، 100 میلیون دلار در این باره فقط سرمایه گذاری شده از سوی این مؤسسه. اونها قصد دارن که از هوش مصنوعی بهره بگیرن برای اون کارهایی که تا الان سخت انجام می شده، کمک بکنن به این که بشر راحت‌تر زندگی بکنه. این اهمیت هوش مصنوعی از اونجایی میادش که آینده انسان‌ها با اون گره خورده و قطعا ورود دو کمیسیون مهم فدرال خودش نشون دهنده این هست. آریان،